سلام دوستان با یک جلسه آموزشی دیگه در خدمت شما هستم توی این جلسه میخوام ادامه استراتژی رو به شما آموزش بدم جلسه دو میشه و نحوه تایید گرفتن رو بگم نقطه ورود نقطه خروج و تمام مسائلی که نیاز برای یک ستاپ جذاب به روش اسمارت مانی البته ساده سازی به سبک خودم به سبک علی بریم روی سیستم پشت سیستم در واقع که به شما بگم به چه شکل اون نوایی که کشیدم و در جلسه یک به شما آموزش دادم وقتی شما یک ریزشی رو در مراحل میبینید سعی میکنید یک سقفی رو پیدا کنید که توسط کندل های بعدیش زده شده باشه ببینید اینجا به عنوان مثال این سقف توسط این کندل زده شده و پس برمیگردم آخرین کندل قرمز که حالا اینجا باشه به عنوان یک دیمند یک نایه تقاضا در نظر میگیرم این خط اضافه رو پاک میکنم فقط صرفا جهت تشخیص بود خب این ناحیه‌ای که من دوست دارم بعد از اینکه چارت قیمتی وارد اون شد وارد ستاپ های بای بشم یک ناحیه تقاضاست یعنی ناحیه ای که معامله گرها توی هولوش اون قیمت دوست دارن اون رو بخرن و باعث بالا رفتن قیمتش میشه و حالا ناحیه رو که جلسه یک گفتم میخوام توی این جلسه نحوه تاییدیه رو به شما آموزش بدم اگر تایم فریم ناحیه که میکشم یک ساعته باشه میرم توی تایم فریم 5 حتی یک دقیقه سوینگ های آخرش رو به هم بس میکنم چارت لود کنم پیدا بشه دقیقا اون نقطه بعد برگردم عقبتر یک مقدار خب اینجا میشه ببینید دقیقا این ناحیه که من کشیدم و این جایی که وارد اون ناحیه شد خب دوستان موقعی که وارد ناحیه میشه در تایم فریم یک دقیقه 5 دقیقه زیاد تفاوت نداره و ببینید که چه سوینگی به شما میده اگر 5 دقیقه به شما سوینگ داده بود تر تمیز و قشنگ دیگه همون 5 دقیقه اوکیه ولی بعضی موقع یه جوریه توی تایم فریم 5 دقیقه که سوینگا رو قشنگ نمیتونید تشخیص بدین تایم فریم رو کوچیک‌تر می‌کنین یک دقیقه می‌کنین که قشنگ‌تر اون سوینگا رو به هم توسط یک خط وصل کنید دوستان اینجا وارد ناحیه شده برمیگردین سوینگای قبلش رو توسط یک خط به هم وصل می‌کنین ببینید اینجا یه سوینگه اینجا هم یه سوینگه این دو رو به هم بس می‌کنه دقیقاً این جوری. خیلی سختگیری من نمی‌کنم توی سوینگا تشخیص سوینگ‌ها و کشیدن اون خط اگر این دوتا رو من به هم وصل کنم اول و آخر تاییدیه رو به من میده اینجا حالا بهتون میگم چرا تاییده شده اگر بیام به عنوان مثال این سوینگ رو وصل کنم با سوینگ این, این نقطه رو وصل کنم و این نقطه رو باز دوباره به همین شکل این خط شکسته شده پول اینجا نشونه نهایی یک همر یک پینبار روی ناحیه و وارد به بای میشم پس زیاد سختگیری نمیکنم این شیب خط خیلی بالا و پایین بشه برای من تفاوت آنچنان نمیکنه اگر قرار باشه این ناحیه پرقدرت باشه و تاییدی نهایی بشه و باعث بشه که چهار قیمتی به سمت بالا بره اون زاویه اون خط صرفا فقط اون نقطه ورود من منو یکم ممکنه بالا و پایین کنه یکم سود من یا حساب کوچیک کوچیکو بزرگ کنه وگرنه توی وین تاثیر خاصی نداره و من خودم به شخصه سعی میکنم طبق استراتژیم خیلی دقیق عمل کنم دقیقا اون نقطه که وارد ناحیه شد بیام سوینگ های قبلش که این نقطه و این نقطه باشه رو یا در واقع حالا اینجا باشه اینجا یه سوینگ باشه و اینجا رو به هم بس کنم خب ببینید زمانی که این خط شکسته بشه از پایین به بالا ببینید برخورد به این ناحیه اومد سوینگ های خطی که سوینگ رو به هم وصل کردم شکست اینجا عجله نمی کنم تا شکست وارد ستاپ نمیشم شما با رعایت بند به بند این استراتژی استابلاس های کمتری رو می و بعدا میبینید که اگر شتاب زده عمل کنین همین که صرفا این خط شکسته شد وارد استاپ بشید خیلی موقع پیش میاد که برگرد و بره خلاصه استاپ لاس شما رو بزنه ولی وقتی تایید نهایی بشه تایید نهاییش چیه زمانی که خط شکسته بشه به این شکل پول بک بزنه یعنی یه مقدار برگرده به سمت خود اون ناحیه و خط و یه همر ببینید این دیگه قشنگ ترین نشونه تایید گرفتن برای منه به روش من ببینید این پیمبار این مدل پیمبار که شما ببینید واقعا فوق العاده است پین باری که یک بادی نسبتا کوچیک داشته باشه نسبت به شدو و فول بادی باشه یعنی اینکه از بالا شدو نداشته باشه این خیلی نشونه قشنگی بعد از دیدن این کندل من وارد ستاپ لاین میشم ببین لاین پوزیشن اینجا دقیقاً بعد از بسته شدن این کندل خب استاپ رو کجا میذارم استاپ رو میذارم دقیقاً زیر اون ناحیه ببین ناحیه اینجا تموم شده یه کم پایین ترش یک مقدار که حالا اگر قرار بود یه شادوی بزنه یه حالت استاپ هانت چیزی باشه گرفتار اون نشم و استبلاس من علیکی زده نشه و برمیگردم به گذشته مارکت میبینم که شدوی چیزی نداره اگر اینجا حالا یه شدوی چیزی داشت یه شدوی کوچولو میام اینا رو میذارم پشت اون شدو تا جای امتری باشه برای استابلاسم این از نحوه استابلاس و حالا تارگت نقطه خروجمو کجا میذارم نقطه خروج رو من چند تا سناریو براش دارم چند تا روش دارم اگه قواش اسکلپ کنم حالا روشش رو به شما میگم اگر یک ناحیه قوی پرقدرت 4 ساعته یا یک ساعته باشه یک ناحیه خیلی قوی باشه دیلی باشه و بخوام وارد یک صدا به سوینگیری بشم یک سود خوب بگیرم روش خاص خودشه داره طبق یک نظری شما اصلا میتونید یک آربار یک بزنید یعنی شما استابلاستون هر چقدر که باشه میتونید اندازه همونو با یه آربار یک بذارید ببینید دوستان اینجا نشون میده که آربار این ستاب یکه حدودا یک خب آربار یک به تنهایی جذابیتی نداره آربار باید از یک بالاتر باشه یک کنیم دو رو باشه حدودا که اگر دو باشه شما به هر دو تا هر به هر استابلاسی که میخورید یعنی در واقع به ازای دو تا استابلاس با یک دونه تک پروفیت تقریبا تازه میشه یر به یر و خلاصه آر بار یک جذابیت نداره یعنی شما حالت 50 50 میشه یک یعنی دو دونه استابلاس بعد یک دونه تک پروفیت بخورید تازه میشین باز یر به یر حالت جذابی نیست ولی برای حالتی که من دارم کار میکنم با این روش وین ریت خوبی دارم وین ریت 70 هفتاد 75 هفتاد دارم میتونم بسنده کنم به همین آرباره یک ولی از طرفی من میام چیکار میکنم برای صداب های بای اونجایی که نقطه ورود بنده میام توی تایم فریم 5 دقیقه سه تا سقف بالاشو به با عنوان تک پروفیتم یا تارگتم در نظر میگیرم ببینید وقتی ورود من اینجاست سه تا قله بالاتر اگه اشتباه گفتم اسلام می‌کنم سه تا قله چون دارم لاین میگیرم سه تا قله بالاترش میشه یک این اولیه و خیلی راحت این دومی میشه و اینجا سومی میشه پس این تیک پروفیت هم میذارم اینجا سومی و معمولا از آر بار یکم بالاتر میشه الان شد آر هم یک و هفت هم نزدیک دو نسبتا منطقی خوبه تا با وینریت بالا ببینید خیلی راحت من اینو نشونتون بدم که خیلی قشنگ اینجا میاد تیک پروفیت من زده میشه و حتی بالاتر هم رفته بود ولی بعد نهایتا برگشت و اگر سیو سود نمیکردم با این کندل حتی استابلاس من زده میشد یکی از کارهایی که من میکنم چیه ببینید دوستان من اومدم سه تا قله رو به عنوان تارگتم مشخص کردم وقتی اومد قله یک و مخصوصا قله دو شما رو تاچ کرد یعنی به اینجا که رسید شما میایید استابلاستون رو از این نقطه به نقطه ورودتون منتقل میکنید یعنی شما وقتی قله دومتون تاج شد ریسک نمی کنید و میان استابلاستون رو روی نقطه ورود می‌ذارید. در واقع ریسک فری میکنید معاملتون رو که اگر بخواد برگرده حالا اتفاق بر معاملتون بیفته و برگرده به سمت پایین نهایتا بدون ضرر معاملتون بسته بشه این یک روشه اگر ایمان دارید به اون استراتژی و به اون ستاب و احتمال میدید به سمت تارگت بره میتونید این کار رو انجام بدید اگر هم اوضاع بازار به شکلیه که شما احساس میکنید که نه قرار برگرده و بدون ضرر خلاصه معاملتون بسته بشه خب چه کاریه؟ همون سودی رو که تا اونجا رفته رو سیو سود میکنید همونجا مارکت رو کلوز میکنید یا در واقع رو همونجا با قیمت مارکت میبندید و سیو سود میکنید و تا همونجا که رفته رو خلاصه اون سود رو میگیرید حالا قرار بوده 1.5 درصد سود کنید 1.2 هم کافیه نزدیکشه خوبه مطلوب در صورت پس این سیب سود کردن که بهتون گفتم انتقال استابلاس به نقطه وروده اینا همه دست به دست هم که یک معامله گر بتونه به سود مستمر برسه پس نقطه ورودم بهتون گفتم نحوه تایید گرفتن رو گفتم نقطه خروج رو توی اسکلب گفتم که ستا قله است و به این شکل من اینو پاک کنم اضافه ها رو و این توضیح هم بهتون بدم که هر ناحیه ممکنه چند بار به ما فرصت سود دادن رو بده ببینید الان یک بار اینجا به ما فرصت داد یه اسکلب دیدید گفتم ستا قله سود داد برگشت توی ناحیه دوباره یک بار دیگه از اینجا رفت بالا یه سود دیگه اینجا میگیرم همینجور هر تعداد سودی که میشه از یک ناحیه میگیرید تا بخواد فیل بشه و بی بشه خب دوستان چه جوری بی میشه ناحیه اگر بیاد کندل زیرش ببنده الان نیا اینجا به نظرتون بی اعتبار شده نه شدو شده کندل زیرش بسته نشده چون کندل زیرش بسته نشده من باز هم با این ناحیه ستاپ میگیرم الان چون بی اعتبار نشده میام بار دیگه باش ستاپ میگیرم به چه شکل میام سوینگ وقتی وارد ناحیه شده میام سوینگ‌های خلاصه دو تا سوینگ قبلش رو به هم بس میکنم ببین دوستان اینجا اومد شکسته شد یه همر اینجا زد یه پین بار اینجا زد ببین خیلی قشنگ من اینجا وارد ستاپ میشم مجددا اینجا وارد ستاپ میشم استابلاس هم, هم میذارم زیر این خط جابجا شد استابلاس هم, هم میذارم زیر این ناحیه ولی قبلش نگاه میکنم اگر شادویی بود میذارم زیر اون شادو پس میام استابلاسمو هم هم. میذارم زیر این آخرین شادویی که اینجا بوده ببینید خیلی قشنگ اینجا میره و سه تا قله رو میام تشکیل میدم برای چک پروفیت ببینید وقتی ورود من اینجاست ببینید دقیقا زوم کنم که قشنگتر ببینید اینجا ورود من بود این کندل برمیگردم ببینم سه تا قله بعدش کجا میشه ببینید اولین قله که میبینم اینجا میشه یک خیلی خیلی با دقت اصلا سخیر نمی کنم اینجا میشه یه قله اینجا میشه قله سوم ببین دقیقا این نقطه پس من میتونم تارگتمو بذارم اینجا ببینید چقدر قشنگ اینجا به من تایید داد ببینید رفت یک کوچولو تو با یک کنه تقریبا رفت اینجا تاچ کرد حالا معامله من اینجا بسته نمیشه چون یکم بالاتر بود درسته وقتی به این شکل ببینید استاب لاس من زده نمیشد من اینو ادامه بدم که نشوتون که چقدر این ساعت کار میکنه ببینید اومد پایین رفت تو زرر استاب من اینجا سی است. من تاچ نشد برگشت دوباره رفت بالا و نهایتاً تارگت من تاج شد پس اون سه تا که من میگم برای اسکپ واقعا ویریت خیلی خوبی داره یه بکتس از مارکت بگیرید متوجه میشین که چقدر واقعاً به نظر من بالای 75 درصد وین ریتشه فقط بعد نواحیتون رو خیلی قشنگ تشخیص بدید درست بکشید تاییدیاتون رو خیلی قشنگ بگیرید عجله نکنید صرفاً چون سوینگا رو هم کردین شکسته شد وارد ستاپ بشید باید اون پینبار رو ببینید اون پینبار رو اگر بعد از پول بک ببینید خیلی خیلی جذابتر میشه وین خیلی میره بالاتر و اگر اون پیم بار رو بعد از پول بک ببینید و روی خود ناحیه ببینید که دیگه بهترین حالت ممکنه خب این ناحیه که ما کشیدیم ببینید چندین بار به ما فرصت سود دادن داد ببینید بار دیگه وارد ناحیه شد همینجوری سود اومد دوباره ببینید اینجا دوباره تایید میداد میرفت به سمت بالا ببینید بی اعتبار نشد بارها و بارها همینجوری به ما سود داد اومد توی ناحیه دوباره سود داد اومد توی ناحیه سود ببینید چند بار <أتشفه> 7 8 بار 10 بار الان داریم می‌بینیم با هم دیگه روی صفحه که بار آخر چه سود خوبی داد و همینجوری دیگه رفت بالا دیگه یعنی یه نایق خیلی پرقدرت و خوبه که نهایتاً یه سود خیلی خوب به ما داد دوستان گرفتن کل مسیر کار من و شما نیست و واقعا ما نه نقطه ورودمون اون کف کف میتونه باشه نه نقطه خروجمون اون آخر آخر همین که ما طبق استراتژی بتونیم تیکه تیکه سودای دو درصد یه درصد داریم با فیوچرز با لیوریج کار میکنیم و یه جوری بالا لورج 10 همون یک درصد میشه 10 درصد همین 10 ده درصد ده درصد بگیم با یه مدیریت صحیح میتونیم برآیند مثبت و خوبی رو داشته باشیم من آخرین تاییدی هم نشونتون بدم تا این 5 ببینید برای آخرین بار وارد این ناحیه شد اینجا وقتی وارد ناحیه شد میام دو تا سوینگ آخرش به هم وصل میکنم این نقطه و این نقطه این سوینگ و این سوینگ اینجا اومد شکسته شد و بعضی موقع برای چک کردنش میتونم برم تا این فرما حتی یک دقیقه کنم چون تا این فرما یک دقیقه کردم یکم لودش پیدا کردن اون سخت میشه چون باید برگرم به گذشته مارکت اصلا نمیذاره لود کنم ایراد نره تا این فرما همون پنج دقیقه رو نگاه میکنیم تا این فرما دقیقه آخرین تهیدیه اینجا بود ببینید دوستان من زوم کنم که شما قشنگ ببینید شما بعد از اینکه این ناحیه شکست شد ببینید یادت پول برگ من نشونی نهایی رو نمیدم اگر همون لحظه توی لایو مارکت خب برای شما تایم فریم یک دقیقه رو نشون میده دیگه چون این هیستوری قبلی مارکتر من تایم فریم رو یک دقیقه کردم نتونست به من نشون بده نتونستن به شما نشون بدم ولی یک پین بار شما میدید اینجا میتونید وارد ستاپ بشید ولی هیچ ایرادی نداره تایم فریم 5 دقیقه هم شما پین بار ببینید اوکی ببینید اینجا شکسته شد پول بک دوباره یکم رفت بالا نشونه نهایی میتونه این کندل باشه یک همر اگر روی ناحیه میدیدید که دیگه خیلی خوب بود ولی همینم هم بسنده من میکنم وارد ستاپ میشم و یک پوزیشن لاین بعد از بسته شدن این کندل انجام میدم میام استابلاس هم میذارم پایین ناحیه و اون آخرین کندل که شد و زده رو باز با مد نظر میگیرم استابلاس هم جای امن میذارم و میام مثل روال همیشه که وقتی ورود من اینجاست سه تا قله بعدش یه قله اول میشه اینجا بعدی نشوتون بدم دومی میشه اینجا و سومی میشه اینجا یعنی من تارگت هم, هم دقیقا جایی که الان هست تارگت این قله سوم اینجا میذارم ببینید چقدر قشنگ رفت و خلاصه تارگت من ازت زد دوستم دوستان وقتی شما تنظیم میکنید ستا به بایتون رو اون ستا قوله رو نگاه نکنید که حالا آر بارتون زیر یکه خب وین ریتتون بالاه شما قراره این مقدار رو سود بگیرید این یک دو اینکه قرار نیست شما فقط تک پروفیتتون تارگتتون همین مقدار رو باشه الان روی بیت کوین تایم کوچیک داریم کار الان حدود نیم درصد خب با 20 میشه حدود 10 درصد من بیت کوین با زیر لورج 20 دیگه نمیزنم آلت کوین ها رو با حدود ده مثلا خب با لورج بی سود ده درصد سود میشه و سود کمی هم مثل وقتی قرار شما اسکپ بگیرید و هی تیکه تیکه بگیرید اگر دیدید داره به این شدت با این مومنت رو کنید شما بعد از دیدن این کندل متوجه میشید که صدا به خوب و جذابیه روبر نگاه کاملا سودیه بعد از دیدن این کندل ها به این شکل ریسک نمی کنید وقتی رفتین توی سود اون قله دومتون زده شد استابلاس رو میزن جای ام نقطه ورود و دیگه تیک پروفیتتون رو ور می‌دارید وقتی می‌بینید دارین با این شدت میره بالا میدونید که داره انگار پام میشه تارگتتون رو ور می‌دارید و همراه با بازار پیش میرید ببینید تا کجا یه دفعه با یک کندل تا اینجا اومد شما اینجا می‌تونید سیو سود کنید اگر اینجا خروج می‌زدید آبراتون هم جذاب‌تر می‌شد اصلا آبراتون که دیگه ریسک فری هستید اصلا. خب و میتونید بیاین استابلاستون رو دیگه هی بالاتر توی سود بذارین خلاصه اون چفی که تشخیص میدید به عنوان اینجا به مارکت جا بدین که نهایت سود بگیرید شاید اون ستابه که شما گرفتین آخرین ستابتون شاید بیوفه روی بی بولرانی که قراره یه دفعه یه سود خیلی عظیم به شما بده حیف که اون ستابه از دست بدید وقتی استابلاستون میزنید این کف آخر ببینید مارکت یه اصلاح کوچیک اینجا میده باز استابل... معامله شما بسته نمیشه اینجا یکم بازی میکنه دوباره شروع میکنه یه لگ سودی دیگه شما بتونید از یک ستاب سود زیادی بگیرید دوباره به عنوان مثال الان تا اینجا اومدین توی سود چه کار میکنید میاید استابلاس دو که تا این کف گذاشته بودید میای میذارید یک کف بالاتر میذارید اینجا مثلا وقتی اینجا بذارید دوباره نگاه کنید مارکت یکم میاد اینجا رنج میزنه ولی استابلاس شما توی این ناحیه که بود و تاچ نمیکنه ببینید اینجا استابلاس دو اوردن متقل کردن تا اینجا درسته اینجا یکم بازی کرد اومد یه لگه سودی دیگه یعنی شما کل این مسیر رو با هم یه میتونستین بگیرید یعنی خیلی راحت اگر طبق مدیریت سرمایه رفتار میکردید میتونستین با همین استاپ تا اینجا رو همراهی کنید دوباره میاین استابلاسی که اینجا گذاشته بودن این سری انتقال میدین به اینجا این روش که بهتون میگم خیلی جذاب و جالبه و وقتی استابلاس رو بزنین اینجا ببینید دوباره اینجا بازی میکنه استابلاس شما جای امنیه زده نمیشه یک مقدار بهش فرصت میدید دوباره یه لگ سعودی شما میتونید تمام با همون یه ستاپ آخری که گرفتید یه روند خیلی سعودی قشنگو رو بگیرید مثلا فرض کنید تا اینجا حدود 9 درصد با لیورج 20 درصد, درصد. حدود 180 درصد 200 درصد, درصد میتونید از ستاپ آخرتون بگیرید تازه ناحیه‌ای که بارها به شما سود داده شما اگر خیلی هوشمندانه رفتار کنید با مارکت میتونید تیکه تیکه سود بگیرید و اون آخرین اسکرپی که داره میگیرین بشه یه سوینگ گیری خیلی جلسه داره طولانی میشه خیلی نکات ریز جذاب دیگه ای هست که در جلسه سوم حتما به شما آموزش میدم وقت خوبی داشته باشید پرسود باشید